به نام خدا و عرض سلام و احترام خدمت همه شما بیننده های عزیز. شما بیننده برنامه روشنا هستین از شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری. بهترین لحظات را برای یک یک شما عزیزان آرزو میکنم و از خدای بزرگ میخوایم که قلبتان سرشار از مهربانی باشه و وجودتان لبریز از سلامتی، زندگیتان پر از عشق و امید و مهربانی و عاقبتتان هم بخیر، روز پنجشنبه‌تان بخیر باشه، جور و صحتمند باشین. امید دارم که مثل همیشه امروز هم با ما باشین تا آخرین لحظات و امیدوار هستم که با یک هدف بسیار خوب، با یک امید و انگیزه زندگی خودتان را امروز و همه روزها آغاز میکنید و زندگیتان را پیش میبرین و پیشرفت در زندگیتان نشان دهنده داشتن یک هدف بسیار خوب و بالا هست. ما هفته پیش در رابطه با هدف، ویژگی های هدف، اینکه هدف چقدر میتونه به زندگی انسان امید و انگیزه بده صحبت های زیادی کردیم و امروز هم میخوایم که در رابطه با اهداف تربیتی در صحیفه سجادیه با شما عزیزان گفتگو کنیم. پس امروز هم همراه ما باشین. اگر هم سوالاتی در ذهنتان میایه میتونین از نمبر واتساپی که زنویس میشه برای شما عزیزان با ما در ارتباط باشین. برنامه ما به صورت لایف و زنده هست که تقدیم شما عزیزان میشه. خانم عالمی کارشناس ما هستن، سلام علیکی میکنیم و خوش آمدید میگیم خدمتشان. سلام خانم عالمی، خوب هستین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم و به خدمت شما همکار عزیزم خانم ظهوری عزیز و همه بینندگان محترم، انشاءالله که همهشان جور و صحتمند باشم و امروز بتوانیم که یک برنامه مفید را در کنار یک دیگر داشته باشیم. بله حتما. همه قسم از عزیزان بیننده در جریان هستن که ما خب هفته پیش که هدف تعریف کردیم، از اونجایی که داشتن هدف در زندگی بسیار میتونه اهمیت داشته باشه، ما به صورت کامل جزئیات و خود هدف تعریف کردیم و اینکه ما اگر هدف داشته باشیم در زندگی چه قسم میشه، اگر نداشته باشیم در زندگی چه قسم و چه اتفاقاتی میفته. و امروز هم میخوایم اهداف تربیتی را صحبت کنیم. ما هم در صحیفه سجادیه بسیار موضوع مفیدی هست در زندگی و اهداف تربیتی که ما برای تعلیم و تربیت در زندگی نیازمند داشتن این اهداف تربیتی هستیم و باید در نظر بگیریم که جزء اصلی زندگی ما همین تعلیم و تربیه هست. و اما خانم عالمی عزیز، اگر بخوایم بیایم اهداف تربیتی را تعریف کنیم برای ما، خب ما هدفی که تعریف کردیم درست؟ حالا بگیم مفهوم اهداف تربیتی چی هست؟ ما هم در صحیفه سجادیه. بله خب ما در برنامه قبل همونطور که شما فرمودین در خصوص هدف و ضروریتش و ویژگیش صحبت کردیم و حالی که خب وارد این مبحث میشیم، مبحث اصلیمون که اهداف تربیتی امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادی چی هست. خب بر اساس اون تعریفی که داشتیم، ما در برنامه قبل گفتیم که هدف او یک نقطه مطلوبی هست که ما میخواییم در هر برنامه‌ای که داشته باشیم میخواییم به اون نقطه مطلوب برسیم. و در خصوص تربیت قطعا مباحث تربیتی، یعنی هدف در مباحث تربیتی یک نقطه از مطلوبی هست که ما میخواییم در خصوص تربیت او را بهش برسیم. و حالا به صورت کلی اگر بخوایم توضیح بدیم، بگیم که اساساً اهداف به دو گروه تقسیم میشن. یعنی اگر ما بخوایم در یک برنامه‌ای، حالا چه تربیت باشه چه در هر حوزه‌ای باشه، ما بخوایم برای اون هدف را در نظر بگیریم، ما دو نوع هدف داریم. یعنی حتما در هر برنامه دو نوع هدف داریم. یک هدف نهایی هست که ما میخوایم به او برسیم، یعنی غایت او و نهایت او، هدفی که ما میخوایم به او برسیم، یعنی نقطه مطلوبی که ما میخوایم به او برسیم. بله. و یک سری اهداف دیگه هستن که جزئی تر هستن، یعنی ما را کمک میکنن که به اون هدف نهایی اصلی برسیم. به اونها میگن اهداف واسطه‌ای. یعنی اونها هم خودشون اهدافی هستند. بله بله. ولی که این اهداف خودشون میشن وسیله برای اینکه ما برسیم به اون هدف نهایی. و دیگه هم تو که نامش پیداست واسطه ایست. واسطه میشه. واسطه میشه که ما را برسانه به هدف اصلی و نهایی ما. نهایی خود ما. حالا به سال میگیم دیگر برای بیننده از این ما. برای خودم هم علاقه من هستم که هر کدامشان مثلا با یک مصادیقی، با یک مثالهایی باشه که خوب متوجه شویم. بله. دقیقاً هست. حالا وارد مبحث اصلی ما میشیم. ما بحثمون بود در روش‌های تربیتی امام سجاد در صحیفه سجادیه. خب به لحاظ اینکه خب این بحث تربیتی خیلی مهم هست، ما قبل از اینکه وارد روش‌ها بشیم، می‌خوام بگیم که امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه از چه روش‌هایی برای تربیت ما
ایشان اومدن بهشون پرداختن، ما اومدیم مبانی رو گفتیم و حالا میخوایم اهداف رو بگیم، چون مشخص کردن اهداف همونطوری که ما در برنامه قلب هم گفتیم باعث میشه که ما انگیزه پیدا کنیم برای که بتونیم در امر تربیت بیشتر موفق بشیم. درسته. خب حالا هدف نهایی که امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجاده بسیار به اون تاکید دارن، یه ما در هر فراز از دعاهای ایشان را که وقتی ما میایم مطالعه میکنیم، بلا استثناء هدف نهایی از تربیت امام سجاد علیه السلام برای اینکه ما را بخواد تربیت کنه این هست که ما به خداوند متعال نزدیک بشیم. بله، قرب هدف اصلی همیست. دقیقاً همین است. ما بتونیم نزدیک شویم به خدای بزرگ. واقعا وقتی می‌بینیم حتی ما در هر برنامه‌ای از زندگیمون، یعنی خانم ظهوری عزیز، شاید یک برنامه اقتصادی داشته باشیم، یک برنامه فرهنگی داشته باشیم، درست، یا هر نوع برنامه دیگه داشته باشیم، اگر ما به عنوان یک مسلمان، یک شیعه، قطعا بزرگترین هدفمون همون رضایت الهی هستن. واقعا می‌بینیم که انتهای همه اهداف ما در هر زمینه‌ای که باشه به کی میرسه؟ به خداوند متعال میرسه. بله. همونطور که امام سجاد هم خیلی تاکید کردن. پس خانم معلمی، ما یک جنبدی از جنبدی که یعنی که بگویم برای بیننده های عزیز ما که ما امروز نسبت به چه موضوعی گفتگو میکنیم. موضوع ما هست که انواع اهداف داریم بررسی میکنیم که ما دو هدف داریم، هدف نهایی و هدف واسطه‌ای که در صحیفه سجادیه خوب. اینها به در حوزه تربیت امام سجاد علیه السلام به اونها تأکید دارم. خب پس درست. هدف نهایی امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجاده از تربیت ما نزدیک شدن به خداوند متعال هست. این هدف نهایی است که مشخص شد. این هدف نهایی ما هم هست. هدف نهایی خب رسیدن به قرب الهی است که امام سجاد علیه السلام در تمامی فراساشون به این تأکید کردن. خب حالا در کنار این که ما می‌خوایم به این هدف نهایی دست پیدا کنیم، برای رسیدن به این هدف نهایی نیاز به یک سری اهدافی هست که به اونها اهداف واسطه‌ای میگن. اینا خودشون هم هدف هستن. بله. این اهداف جزئی تری هستن. درست. که باز اینها ما رو میخوای به اون هدف نهایی برسن. خب این اهداف واسطه‌ای خودشون باز به یک سری گروه های تقسیم میشن. یک سری اهدافی هستن که برمیگرده به ارتباط ما با خدا. بله. یعنی ارتباط انسان با خدا. یک ارتباط انسان با خودش و یک ارتباط انسان با دیگر افراد، یعنی با سایرین. پس ارتباط انسان با خداوند، با خودش و دیگران. و دیگران. اینها میشه اهداف واسطه‌ای که هر کدوم از اینها این اهداف ما را قراره به چی نزدیک کنه؟ به هدف نهایی. به هدف نهایی ما. همون قرب الهی. قرب الهی هست. درسته. قرار هست که اینا هر کدومشون ما را به اونها نزدیک کنه. خب حالا از ما شروع می‌کنیم از هدف واسطه ارتباط انسان، این اهدافی که در ارتباط انسان هست با خدا که قرار هست این اهداف ما را به خدا نزدیک کنه. یعنی ارتباط ما با خدا که قرار هست ما را به همون خدا نزدیک کنه. بله. انشاءالله. خب در این اهدافی که ما مشخص هست، یعنی تعیین میکنه که ارتباط ما رو با خدا مشخص از اسمش، یعنی یک سری اهدافی هست که به صورت نظری و به صورت عملی بین انسان و خدا ارتباط برقرار میکنیم. یعنی ما چه به صورت نظری که به صورت یا به صورت عملی یک سری ارتباطاتی با خداوند متعال داریم که اینها باعث میشه که ما به خداوند متعال بیشتر نزدیک بشیم. ارتباطات نظری مثل معرفت به خداوند متعال، یعنی شناخت خداوند، شناخت خدا که این مهمترین و تقریبا میشه گفت اصلا شاه کلید رسیدن به اون هدف نهایی همین معرفت خدا هست. یعنی اصلی ترین و کلیدی ترین هدفی که قرار هست، هدف واسطی که قرار هست ما را برسانه به هدف نه، یعنی به خداوند متعال. بله. چی هست؟ همین معرفت خدا هست دیگه. تا انسان شناخت نداشته باشه، تا انسان معرفت نداشته باشه، مسلمان که پی به وجود او نمیبره و به اون نزدیک هم نمیشه، ارتباط نمیداشته باشه که همون قرب الهی که شما گفتین منجر به اون نمیشه. دقیقاً. و هر چقدر این ارتباط، یعنی هر چقدر ارتباط انسان با خدا عمیق‌تر باشه، این معرفت و شناخت عمیق‌تر میشه و یک رابطه مستحکم بین انسان و خدا برقرار میشه. یعنی این شناخت فقط از طریق ارتباط با خداوند هست یا راه‌های دیگه هم داره؟ خب این ارتباط که ما میگیم، خب ارتباطی که ما میخوایم با خدا داشته باشیم، ما داریم بحث نظریش رو میگیم. خب شناخت خداوند و معرفت خداوند خیلی بحث
بحث پیچیده است، گسترده است. بله. خب میگه ما شناخت خدا از چه طریق ما بتونیم خدا رو بشناسیم، از چه طریق ما بتونیم معرفت پیدا کنیم؟ دوست راه‌های مختلفی داره. بله، اینها معرفت خداوند قطعا راهی مختلف داره که ما در برنامه‌های اول در بحث خداجویی اونها را یک مقدار روش بحث کردیم و اینجا وارد میشیم. خانم عالمی. بله قطعا صد یک خلاصه و مفید. بله، معرفت خداوند اولین راه از راه‌های خب این که ما بخوایم نسبت به خداوند متعال معرفت داشته باشیم، اینکه مطالعه خودمون رو در مباحث دینی بیشتر کنیم. به طور مثال بیشتر قرآن بخونیم، کتب معرفت دینی، این معارف دین خودمون رو افزایش بدیم. در حوزه دین هر آنچه که باعث میشه که معارف ما افزوده بشه اونها رو مطالعه کنیم، چه قرآن باشه، چه مباحث قرآنی باشه، چه در بحث دعا و نیایش باشه، و چه کسب علم و دانش. یعنی علم و دانشی که درستان. نه صرفاً مباحث معرفتی و دینی داشته باشه. این راه‌های شناخت خداوند، اینها ما از طریق اینها میتونیم به خداوند رو بشناسیم و معرفت پیدا کنیم، و هر چقدر که ما اون ارتباط خودمون رو با خداوند بیشتر کنیم و معرفت خودمون رو بیشتر کنیم، درست، اون ارتباط ما مستحکم‌تر میشه، درست، و شناخت ما هم شناخت ما عمیق‌تر میشه. عمیق‌تر. و هر چقدر که این شناخت ضعیف‌تر باشه و قطعاً ارتباط ما هم با خداوند ضعیف‌تر هست. ضعیف‌تر. حالا اینکه شناخت ما ضعیف‌تر باشه، اینکه ما کمتر عبادت کنیم، به سراغ علم و دانش نرویم، و علم و دانشی که ما میگیم صرفاً علم و دانش نیست که ما را در مباحث دینی و حوزه دینی باشه، علم و دانش روز باشه، حتی علم و دانش روز هم ما را به خداوند معرفت ما را نسبت به خداوند افزایش بده میکنه. این یکی از راه‌های ارتباط با خداوند همین بحث معرفت هست. دقیقاً. خودشناسی رو ما باید میان برنامه بریم. خودشناسی فقط عرفه نفسه که میان که خود را بشناسی، خدا را شناختی، این شناخت خداوند از طریق خودشناسی هم میتونه ایجاد شود، درست؟ قطعا همینطور. خودشناسی خیلی صحبت شده در برنامه های مختلف، عزیزان بیننده هم میتونن در این زمینه خودشان تحقیق کنن، جستجو کنن و به این مطلب برسن که خود خودشناسی هم میتونه به خداشناسی و شناخت خداوند برسه. بعد از یک وقفه میان برنامه ما را همراهی کنیم. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء وحسن المجتبى وحسين الشهيد ومحمد المهدي صلوات الله عليه صلوات الله عليه صلوات الله صلوات الله صلوات الله عليه أجمعين. تشکر از همراهی همیشگی شما عزیزان بیننده و هموطنان عزیزم که همراه ما هستین، همراهی میکنین برنامه روشنا رو و همه موضوعاتی که در برنامه روشنا تقدیم شما میشه همیشه مد نظر دارین و لطف میکنین و همراه هستین. و قبل از اینکه میان برنامه رو ببینین، نسبت به موضوعی صحبت میکردیم که ارتباط با خداوند هست و گفتیم که هدف واسطه ای سه مرحله داشت: یکی ارتباط با خداوند، ارتباط با خود و ارتباط با دیگران. خانم عالمی عزیز، ارتباط با خداوند در حال تعریف کردن بودیم و صحبت بودیم با ایشان که میان برنامه رفتیم و حالا هم همراهی کنین این موضوع را که در ادامه میخواییم که ارتباط با خداوند یعنی همون شناخت و معرفت خداوند را بیشتر توضیح بدیم. خب در اون اهداف واسطه‌ای که گفتیم در ارتباط انسان با خدا هست، بحث نظریش همین بحث معرفتی و شناخت خداوند بود، اما یک مباحث علم عملی هم هست. یعنی در بله. ارتباط با خدا ما فقط مبحث نظری نداریم، چون شناخت خدا یک بحث نظری هست. بله. بحث عملیش هم مثل پرورش روح عبادت هست. یکی از مباحث عملیه که ما میخواییم در ارتباط با خداوند ما میخواییم این را پرورش بدیم و برسیم به همون اهداف نهایی خودمون. بحث پرورش روحیه
بندگی یا همون حس بندگی خودمون هست. اون پرورش عبادت روح عبادت از چه طریقی میتونه امکان پذیر باشه؟ اینکه امام سجاد علیه السلام در تمامی فرازهای دعای سجاده صحیفه سجادیه ایشون خیلی با زبان دعا اومدن بسیار تلاش کردن که یک ارتباطی بین بنده و خدا برقرار کنن. یعنی زبانی که امام سجاد علیه السلام برای ارتباط ما با خدا اومدن ایشون استفاده کردن همین بحث دعا و مناجات هست. خب این دعا و مناجات خودش یک بحث بسیار مفصلی هستن، اما اگر به طور خلاصه بخوایم بیایم توضیح بدیم، میتونیم بگیم که خود حس عبادت یا همون روح بندگی که ما حس عبادت و همون اصخایی میکنم روح عبادتی که خودمون میتونیم در خودمون پرورش بدیم، همین باعث میشه که بنده به خدا خیلی نزدیک بشه. یعنی خود عبادت اون تجلی عملی ارتباط انسان با خدا هست. حالا نمونه مثل نماز خواندن، دقیقاً همینطور روزه که خودش میتونه که یک اطاعت محض باشه، عبادت اینها همه خودش میتونه جزء عبادات باشه. و اون جمله که ایشون استفاده میکنن که لا عبادت الا بالتفقه، یعنی اون عبادتی که در اون تفقه نباشه، فهم نباشه، اون عبادت از نظر امام سجاد علیه السلام هیچ ارزشی نداره. بنابراین اگر ما روحی خودمون رو میخوایم روی یک روح عبادی داشته باشیم، تلاش کنیم که عبادت ما از روی تفقه باشه، این همطور که تعبیری که امام سجاد علیه السلام آمدن استفاده کردن، و از روی اخلاص و خالصانه باشن. بسیار عالی. خب این یکی دیگه، این یکی از مباحث هستش که در ارتباط با انسان با خدا هست. بحث دیگه هست بحث شکرگزاری هست که امام سجاد علیه السلام این رو هم خیلی تاکید کردن در دعاهایشون. بسیار اومدن بحث شکرگزاری رو با عنوان یکی از اهداف، این یکی از اهداف تربیتیه که ما اومدن ایشون بیان کردن. این یکی از اهداف تربیتی ما در مقابل خداوند این هست که ما وقتی که خداوند را به عنوان یک منعم میبینیم، یعنی کسی هست که تمام نعمت ها از سمت او صادر میشه. بله، یعنی اگر روزی ما داریم، اگر ما آسایش داریم، هر آنچه که داریم از سمت خدا بر ما صادر میشه. و از طرف اگر بخوای همه خداوند متعال میتونه ما را از همه اینها محروم کنه. بله. اگر این موقعی را درک کنیم و به این نقطه برسیم، قطعا شکرگزاری و شاکر بودن در ما اینها پرورش این روحیه را ما خواهیم داشت. گرچه که شکرگزاری، یعنی بحث شکرگزاری و بحث شاکر بودن یک بحث کاملا فطری هستن. یعنی ما حتی نه در مقابل خدا، من که حتی در مقابل یکدیگر هم میبینیم که در طول روز اگه یک کسی در حق ما یک خوبی انجام داده باشه، این فطرتاً ما تشکری میکنیم. بله، یعنی در فطرت ما این نهاده شده. و همین بحث شکرگزاری، یعنی همین هدف شکرگزاری خودش یک ارتباطی بین بنده و خدا ایجاد میکنه. درسته که این ارتباط وقتی که از ناحیه شکرگزاری انجام بشه، یعنی بنده خدا بیای موقعیت خدای متعال را بشناسه، مقام خدا را بشناسه و او را شکر او را جای بیاره، قطعا یه ارتباطش قوی خواهد بود و همین میتونه یک پلی باشه، یک واسطه‌ای باشه برای اینکه به همون هدف نهایی نزدیک بشه. یعنی میتونه او را نزدیک بشه. حالا معلمی گفتین که درک کردن، تفکر کردن، یعنی خود این تفکر کردن میتونه یک بستر باشه برای انسان، برای که برسانه خودش را به همون قرب الهی و شناخت و معرفت خداوند. درست؟ یعنی همین تفکر در انسان بسیار میتونه مهم باشه، اهمیت داره در زندگی. بگیم که یک لحظه تفکر یا یک ساعت تفکر بهتر از هزاران سال عبادت است. قطعا همینطور هست. یعنی واقعا ما در بحث تربیتی خانم زهری، اون چیزی که خیلی مهم هست این هست که هر آنچه که ما به عنوان وسیله استفاده میکنیم برای اینکه بخوایم حالا اون هدف نهایی رو بهش برسیم، همونطور که امام سجاد علیه السلام هدف نهایی را قرب الهی مشخص کردن، این روش عقلانی باشه. یعنی بر اساس و عقل ما از کجا نشأت میگیره؟ از تفکر. بله دقیقاً. پس چه خوب است که ما در بسیاری از مسائل معرفتی تفکر داشته باشیم.
و اینطور نباشه که مثلا ما الان میخوایم یک دعا رو بخونیم، کوشش میکنیم دعا قدر زیاد است، میبینیم چندین تا صفحه است، باز میگیم خدای ما چه قسمی قدر رو بخونیم. درست؟ خب یک صفحه رو بخونه آدم، ولی با معرفت بخونم، با تمام تفقه بخونه. بله، همونطور که امام سجاد علیه السلام میفرمایند که هیچ عبادتی بدون تفقه واقعا هیچ ارزشی نداره، اگر در اون تفقه باشه. بله. و واقعا همین تفقه و این تفکری که شما فرمودین همین هست که برای ما میتونه راهگشا باشه. دقیقا. اگر اینطور نباشه، اینها فقط تقلیدی بیش نیستن. بله بله. که همونطور امام سجاد علیه السلام خیلی پرهیز کردن، در یکی از دعاهاشون میفرمایند که خدایا منو از اون چی که باعث تقلید کورکورانه و جهد میشه، از اونها تجهد میشه، اینها از اونها منو نجات بده، یعنی بر حذر بدار. و واقعا همینطور هست، یعنی هر چیزی قطعا با تفکر و تفقه هست که ما رو میتونه به نتیجه برسونه. و چه نتیجه خوبه، نتیجه ای که در او شناخت خداوند هست، معرفت خداوند هست، و در نهایت هم هدف نهایی ما که قرب الهی هست. پس چه خوب است که ما مسیر خودمون را حتما بشناسیم، مسیر خوب را انتخاب کنیم، و در همه زمینه ها ما باید تفکر داشته باشیم. حالا خانم عالمی، مثلا فکر کنیم ما میگیم که نسبت به شناخت خداوند، معرفت خداوند تفکر داشته باشیم، خب یکی بسیار گپ مهم است. حالا ما در تمام مسائل زندگی ما باید تفکر داشته باشیم. حالا فکر کنیم ما بدون فکر کردن یک حرف بزنیم، یک عمل را انجام بدیم، یک کار را میخوایم پیش ببریم، مسلم است که در او نمیتونیم به نتیجه برسیم، به شکست مواجه میشیم، به خاطر از اینکه تفکر نداشتیم. تفکر در هر لحظه، در صحبت، در عمل، در رفتار ما میتونه ما را به موفقیت ها برسونه. یک قبل از اینکه صحبت کن اول فکر کن ببین چی میخوای بگی. یعنی فکر کن در تمام مسائل زندگی ما باید حتما تفکر داشته باشیم، حتما باید در نظر بگیریم. خب حالا بریم به مرحله دوم، درست است؟ بله. و ارتباط با خود، ارتباط یک دیگه از، خب این گفتیم که اهداف واسطی که ارتباط انسان با خدا هست. بله. و ارتباط انسان با خودش، میگم همونطور که انسان میتونه با خدا ارتباط داشته باشه، خب گفتیم که با خدا ارتباط داریم، معرفت کسب میکنیم، یا پرورش روح بندگی هست، و بسیار مباحث دیگری هستش که خب در ارتباط انسان با خدا باعث میشه که انسان به خدا نزدیکتر بشه، و یک از دل همین ارتباط یک اهدافی گرفته میشه. خب این که انسان با خودش هم یک سری واکنش ها و کنش هایی داره. بله. ما خودمون حتی با خودمون هم یک درگیری هایی باید یک شناخت هایی داشته باشیم. دقیقاً همطور هستن. چی میگن؟ قسم حالته که انسان باید از وجود خودش بفهمه، بشناسه، آگاهی داشته باشه، متوجه خودش باشه، متوجه اعمال، رفتار، اخلاق، خصوصیات. درست؟ دقیقاً همینطور است. و در این مسئله خب ما دو تا گرایش داریم، که یه سری گرایشی هستش که مختص خود انسان هست، مثل مباحث مثل معرفتی هست، یعنی خودشناسی هست، بحث خداشناسی هست، بحث خداجویی هست، یعنی این چیزهایی هستش که انسان در ارتباط خودش مختص با خودش هست. و یک سری ارتباط هستش که گرایشات هستش که انسان با حیوان مشترک هست، یک سری خصوصیت و رفتاری هستش که بین انسان و حیوان خب مشترک هست، اون هم هوای نفس و مباحث اینچنین هست، که خب اینها اگر ما در ارتباطات خودمون، اگر در بحث خداشناسی و در مباحث مثل همین مباحث مثل هوای نفس و شهوت و اینها، اگر ما یک سری کنترل های داشته باشیم، مطالعات داشته باشیم، قطعا از دل اینها ما میتوانیم بیشتر اون به یک سری اهدافی دست پیدا کنیم. بله. که این اهداف ما را به اون هدف نهایی میرسه. یکی از این اهداف بحث خدا شناسی و خداجویی هست. درست. که در وجود همه ما انسان ها هست، و ما زمانی میتوانیم که به همین بحث خداشناسی از ناحیه خداجویی برسیم. که وارد فطرت خودمون بشیم. درست. یعنی ما در وجود خودمون فطرت انسان کنیم. فطرت دقیقا. پاک هست، است خداجویانه در وجود انسان دقیقا. هست و این حس در همه ما وجود داره. بله. در برنامه قبل هم زیاد، در برنامه های اولیه هم زیاد صحبت کردیم بحث خداجویی که در وجود انسان هست. درست. که مسجد هم خیلی تاکید کردن در دعای اولشون و در اون فرض دهمشون که گفتن که خدا انسان رو وقتی آفرید بدون اینکه مثل شبیهش باشه، و این انسان رو آفرید. بله. و محبت خودش را در او
قرار داد. یعنی این حب خدا که وقتی در وجود انسان هست، درست، همین میتونه منشأ بشه و هدفی باشه برای که ما بتوانیم به اون اهداف اصلی خودمون نزدیک بشیم. بنابراین این پس ارتباط با خود یعنی همین دیگه، یعنی که انسان خودش رو بشناسه، به این که ذاتاً خداجو هست. خداجو هست، دقیقاً همینطوره. یعنی خداجویی را از وجود خودش بتونه ایره کشف کنه و به او برسه. درست. و یک دیگه هم هست، ارتباط انسان با دیگران هست. خب ارتباط با دیگران باشیم بعد از یک میان برنامه بگوییم. پس ما به دو موضوع صحبت کردیم، یکی ارتباط با خداوند که شناخت و معرفت و ارتباط با خود، یکی انسان با خودش فکر کنه، توجه کنه به وجود خودش، به توانمندی های خودش، حتی میتونه بگویم به توانمندی ها و استعداد های خودش هم میتونه توجه کنه. بله. چون به هر حال تمام اون استعداد ها و توانمندی ها از کی هست؟ از نعمت هایی است که خداوند به او هدیه داده، و اون نعمت هایی که خداوند به او داده همون خدای بزرگی است که به انسان توجه داشته، به انسان محبت داشته که رحمت های خودش را به او به عنوان یک نعمت هدیه داده. پس میتونیم ارتباط با خود را هم اینگونه بگوییم که ارتباط با خود هم میتونه به خداوند نزدیک کنه و برسانه. بعد از یک وقفه ما را همراهی کنیم. خب تشکر میکنیم از همه شما عزیزانی که همراهی کردین و همراهی میکنین، همچنان بیننده برنامه روشنا هستین که به صورت زنده و لایف تقدیم شما عزیزان میشه، و تشکر میکنیم از همکارانی که طرح آموزشی مکتب هادی را ایجاد کردن. بخاطر از اینکه بسیاری از عزیزان هموطن ما، دخترای عزیز ما، و فرق نمیکنه هر کدام از شما عزیزانی که از درس و آموزش و مکتب عقب ماندن و پس ماندن، میتونین از دیدن مکتب هادی که برنامه های آموزشی داره شما خودتان را با او سازگار کنین، همراه کنین و ببینین این آموزش ها را، و انشالله که استفاده لازمه ببرین. همراهی کنین. در ادامه صحبت هستیم با خانم عالمی عزیز در رابطه با ارتباط با دیگران. ارتباط با خداوند را گفتیم که به شناخت خداوند و معرفت خداوند هست، ارتباط با خود و ارتباط با دیگران، که اینها همه باعث میشن که ما به قرب الهی نزدیک شویم. خانم عالمی، ارتباط با دیگران. بله، خب ما میدونیم که خب همونطور که ما با خداوند میتونیم یک ارتباط داریم و با خودمون ارتباط داریم، قطعا اون چیزی که ما نیازهایی که ما در اجتماع داریم اینها رو ما نمیتونیم منکر بشیم و واقعا نیازمند این هستیم که با دیگران در ارتباط باشیم. حالا چطور میشه که این ارتباط با دیگران باعث میشه که خب ما بیشتر به خدا نزدیک بشیم؟ یک سری اهدافی از دل این ارتباط ما با دیگران با وجود میایه که این اهداف میتونه ما رو به او اهداف هدف اصلیمون، یعنی قرب الهی، نزدیک میکنه. بله. یکی از این ارتباطاتی که خب حالا باعث میشه که خب ما با دیگران میتونیم ارتباط برقرار کنیم و از دل اونها یه سری، یکی روابط اجتماعی هست. یعنی در روابط اجتماعی خودمون ما میتونیم یک سری اهدافی برای ما شکل میگیره، یک سری روابطی شکل میگیره که باعث میشه که این روابط به ما کمک کنه تا ما بتونیم به اون اهداف اصلی خودمون برسیم. بله. چرا که ما خب در اجتماع زندگی میکنیم خانم زهری عزیز، و واقعا همینطور است که ما نمیتونیم نیازهای خودمون رو به تنهایی انسان موجود اجتماعی هست و باید در اجتماع به گونه زندگی کنه که بهترین ارتباطات داشته باشه، بهترین تعامل داشته باشه، تعامل داشته باشه. یعنی ما فقط صرف با معرفت خدا،
صرف با بندگی و عبادت خلاص، صرف این که با خودمون ارتباط داشته باشیم و بخوایم اون حس خداجویی رو از دل خودمون کشف کنیم، اینها نیازهای ما رو برطرف نمیکنه. ما نیازهای ما خیلی فراتر از این هاست، چرا که انسان همونطور که گفتیم کمالگرا هستن و همین حس کمالگرایی در انسان باعث میشه که بتونه که در اجتماع با دیگران هم ارتباط داشته باشه و نیازهای خودش رو برطرف کنه. حالا معلومه ببین، مثلا ما ارتباطاتی که داریم در روابط اجتماعی، خب آیا روش هایی هم برای بیان شده؟ حالا خب مثلا ما گفتیم که ارتباط ما با اجتماع و دیگران، درست؟ و این خودش یک نوع تعامل است که انسان را میتونه که به شناخت و معرفت خداوند پیش ببره، سوق بده و تشویق کنه. خب آیا این روش هایی هم داره؟ اتفاقا خیلی سوال زیبای شما قشنگ پرسیدین و نکته خیلی ظریفی هست. اینه که من عرض میکنم، چون ما در مورد بحثمون در حوزه صحیفه سجادیه هستم، از زبان امام سجاد علیه السلام پاسخ شما رو میدم. امام سجاد علیه السلام میگن برای اینکه ما شما بتونید در اجتماع با همدیگه ارتباط داشته باشیم، دو نکته بسیار اساسی هست که باید اونها رو رعایت کنیم. یکی اینکه در خصوص یک زمینه زمینه یا همون مراحل یا زمینه ای که زمینه این که بین افراد یک برابری و برادری ایجاد بشه، یعنی زمینه رو فراهم کنین که بین افراد برادری ایجاد بشه، یعنی برادری که برابری که ما میگیم نه مساوی، یعنی حس برادری و اخوت بین افراد ایجاد بشه. اگر این برادری و اخوت در جامعه ایجاد بشه، خودش میتونه که همون زمینه ارتباطات اجتماعی رو فراهم کنه، یعنی برتری نباشه در بین دو نفر، یعنی بین افراد در رقابت جامعه رقابت نباشه، حسادت نباشه. اگر رقابتی هست سالم باشه و حسادت نباشه، نفرت نباشه، دوری از همدیگه اینطور نباشه که افراد از همدیگه گریزان باشن. بله. اینها با همین زمینه های فراهم کردن اون زمینه های برادری، افراد با همدیگه ارتباط داشته باشن. ایشون در دعایی که در خصوص همسایگان، خب در یکی از دعاهاشون وقتی میان در مورد همسایه های خودشون دعا میکنن، یکی از دعاهاشون این هست که میگن که خدایا کمک کن که این همسایه های ما بتونن راه تو رو پیش بگیرن، یعنی هر آنچه که تو به اونها دستور دادی پیش بگیرن، و در این راه وقتی که برای همسایه خودشون دعا میکنن، همین این که مثلا وقتی که دعا میکنن که همسایه ها حالا راه خدا رو در پیش بگیرن و از خدا دور نشن، همین خودش یعنی که بین افراد یک نوع برادری ایجاد بشن. درسته. برادری از چه نوع؟ از نوع عمل به دستورات دینی. درست. خب این خودش میتونه یک نوع اخوت ایجاد بشه در بین مسلمانان. بنابراین یکی از روش های این که افراد بتونن اون روابط اجتماعی خودشون رو شکل بگیرن همین هست که بین افراد اون حس اخوت و برادری ایجاد بشن. حالا خب ما روابط اجتماعی رو میتونیم در نمونه های مختلفی ببینیم، مثلا تاکید در صله رحم که گفتن برای ما، در صله رحم هست بین خانواده و فامیل هست، یا نماز جماعتی که مثلا در روابط اجتماعی ما میریم و در جمع اجتماع میتونه هست اجتماع تو خیلی کوچک خانواده شروع بشه، فامیل شروع بشه، توصیه به همسایه ها که شما خودتون بیان به همسایه هست، و روابط خیلی گسترده ترش میتونه که در اجتماعات باشه، در بسیار اجتماعات خیلی گسترده تر غیر از اون چیزی که ما در خانواده باشه، در میتونه در مکتب خانه باشه، میتونه پوهنتون ها باشه، این تمامی این روابط ها بر پایه چی باشه؟ بر پایه برادری باشه. درست. و اصل این که برادری در اینها وجود داشته باشه چی باشه؟ همین عمل به اصول اساسی دین باشه، عمل به دستورات الهی باشه. درسته. که باز ادامهشون در ادامه که وقتی که امام سجاد علیه السلام وقتی میان برای همسایگان دعا میکنن، میگن که خب در حق همسایه ها این وقتی که میگن که عمل کنیم به دستورات دین، یعنی همین خود عمل به دستورات دین خودش برادری رو ایجاد میکنه. بله. و در ادامهش اصل دیگه ای که هست، وظایفی که افراد در اجتماع نسبت به همدیگه دارن. بله. اونها را انجام بدن. وقتی میگیم یعنی برادری مسلم است دیگه، انسان به فکر چی میفته؟ خب وقتی که دو برادر، چه توقعی ما از اینکه دو برادر داریم؟ یک وظایفی هم در مقابل بله. همدیگه همدردی، داریم، همکاری، همفکری، همکاری در کنار هم بودن، دقیقا همینطور و برای هم کمک کردن، برای هم فکر کردن، در کنار هم بودن، یعنی وقتی میگیم برادری، کل اینها رو ما میتونیم
در نظر بگیریم بگیریم. که اینها همه باید در سایه چی باشه؟ در سایه دین باشه، درست. یعنی عمل به دستورات خدا خودش در سایه دین باشه و همونطور که گفتیم مسئولیت هایی که افراد در قبال همدیگه دارن، اینها باعث میشه که یک روابط اجتماعی سالمی بین افراد شکل بگیره و اون نیازهایی که چه نیازهای اقتصادی هست، هر چه خیلی از نیازهای اجتماعی که واقعا در اجتماع ما میتونیم اون نیازها رو برآورده کنیم و اون چیزی که خب مد نظرمون هست اینو به اون کمالی که ما میخواییم برسیم میخواییم، قطعا ما میتونیم هم از ارتباط خودمون با خدا، هم با خودمون و هم با دیگران به اون کمال برسیم. خانم عالمی، فکر میکنین که ارتباط با خود مهمتر هست یا ارتباط با دیگران مهمه؟ یعنی کدام یکی از این دو ما رو زودتر میتونه با ارتباط به خداوند نزدیک کنه؟ یعنی اگه انسان مثلا ارتباط با خود داشته باشه ولی به دیگران نه، ولی اگه با دیگران داشته باشه ولی با خود نداشته باشه، حالا این دوتا مثل یک دو زنجیره است که به هم ارتباط دارن یا که نه فرق نمیکنن؟ نه، اینها هیچ اولویتی در این وجود نداره که بخوایم که ما فقط در خودمون، برای خودمون، با خودمون ارتباط داشته باشیم، با خدا ارتباط داشته باشیم و به دیگران هیچ کار نداشته باشیم. قطعا همین ها میگه که من ارتباط با خودم ندارم و ارتباط با دیگران بسیار خوب است. در ارتباط اجتماعی من مثلا هیچ کمبود نیست، من بسیار عالی هستم. خب ولی ارتباط با خود یا متوجه نیست یا نمیخواد که خودش باشه. دقیقاً اینطور نیست، یعنی این باز به خداوند نمیرسه، به ارتباط به خداوند شناخت معرفت نمیرسه، قطعاً با مشکل روبرو خواهد شد. چرا که همه اینها در کنار همدیگه کامل کننده هستن. یعنی یک انسان زمانی میتونه به اون هدف اصلی خودش برسه که هم بتونه هر اون چیزی که، یعنی هر اون چیزی که، هر اهدافی که، هر برنامه‌ای که با خدا داشته باشه، با خودش داشته باشه و با اجتماع داشته باشه، یعنی با دیگران داشته باشه. حالا یه اجتماعی که ممکن میتونه پدر مادر باشه، میتونه فامیل ما باشه، میتونه اقوام نزدیک ما باشه و یه اجتماعی اقتصادی باشه، یعنی چه روابط اقتصادی باشه، چه روابط سیاسی داشته باشه، چه روابط فرهنگی داشته، این همه اینها در کنار همدیگه باعث میشه که ما با اون هدف اصلی ما برسیم و هیچ کدوم از اینها قابل حذف نیست. ما ببینیم که پس این رو حذف کنیم ما بتونیم به اون هدف ما برسیم، یا این یکی در اولویت بیشتر قرار داره. ممکن هست این که ما مثلا با خودمون ارتباط داشته باشیم یا با خدا ارتباط داشته باشیم اینها در اولویت قرار بگیره، اما این دلیل نمیشه که ما از ارتباط خودمون با دیگران غافل باشیم و او را بگیم خب پس اینها نیازی نیست. پس من یک نتیجه گرفتم از صحبتتان که امیال ببینم مثلا وقتی یک انسانی که در ارتباط با خودش ضعیف باشه، خب هر انسانی در اجتماع، یعنی اجتماع را هر یک انسان به وجود میاره، دقیقاً هر فردی که در اجتماع وجود داره، همه افراد وقتی سالم باشن، وقتی که ارتباط با خود داشته باشن، مسلم است که ارتباط با دیگرانش هم میتونه سالم باشه. یعنی فکر کنیم مثلا یک انسانی که خدای نکرده دچار مشکلات روحی یا جسمی باشه، خب او چه قسم میتونه در اجتماع با دیگران زن ارتباط سالم داشته باشه؟ دقیقاً همینطوره. دقیقاً بسیار فرمایشات. چند دقیقه اگه فرصت داریم گفتین همکاران ما، خب دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم خانم عالمی. و یکی دیگه از روابط یک انسان با دیگران، همین بحث خیلی مهم هست که امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجاده خیلی به اون تاکید کردن، روابط فرزندان با والدین هست و والدین با فرزندان. بله. چون این بسیار مؤکد هست، یعنی در دعایی که امام سجاد علیه السلام مخصوص داره، دعا در حق والدین و دعا در حق فرزندان. خیر خدمت بینندگان عرض میکنم که واقعا بسیار دعاهای زیبایی هست، خیلی کاربردی هست، این اگر بخونیم واقعا بسیاری از آگاهی رو میتونیم کسب کنیم. درسته که وقتی که ما هر چقدر که ارتباطمون با والدین بر اساس اون چیزی که امام سجاد علیه السلام میفرمایند که چقدر به اونها احترام بگذاریم، حتی امام سجاد علیه السلام میگه که من از خدا به خدا میگه که خدایا در فرمان برداری از پدر و مادر مرا به اون حد نرسیم که صدایم از اونها بالاتر بره. بله. اینها بسیار نکات ارزشمندی هستن که واقعا اگر ما ارتباط خودمون با والدین خودمون بر اساس اون چیزی که امام صادق علیه السلام در دعای صحیفه سجادیه، این واقعا نکات تربیتی بسیار مهمی داره، اینها را رعایت کنیم. و از اون طرف والدین هم همینطور. بله. در
مباحث تربیتی وقتی که دعای امام سجاد علیه السلام در حق فرزند رو بخونیم واقعا بسیار زیبا هست که مثلا چه وظایفی به گردن پدر و مادر هست که ما اونها رو در برنامه خیلی گذاشته در خصوص حقوق رساله حقوق امام سجاد هم بررسی کردیم ولی مضمون دعایی که میخونیم بسیار زیبا هست، یعنی هم مباحث حقوقی رو مثلا ایشان بیان کرده و هم یک سری مباحثی که در قالب مناجات و دعا هست. خیلی خوب است که ما حتما از صحیفه سجادیه غافل نباشیم. بسیار علاقمند شدم که ما در روزهای پنجشنبه که مربوط به صحیفه سجادیه اهداف تربیتیش بیان میکنیم یک کتاب صحیفه سجادیه بیاریم و از همون شروع برنامه یکی از دو تا از دعاهایش بخونیم و تقدیم عزیزان بیننده کنیم. ان شاء الله از برنامه بعد ان شاء الله همین کارو خواهیم کرد. ان شاء الله کارو میکنیم. بسیار خوب، تشکر میکنیم. خانم عالمی زنده باشین، از حضورتان سپاسگزار هستیم و شما عزیزانی که تا این لحظه همراه ما بودین. خوشرفتاری با مردم نیمی از عقل هست و این خودش یک نوع ارتباط و روابط اجتماعی بسیار خوب و صحیح هست. تشکر، سپاسگزار و خدا نگهدارتان. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل